سلام، خوش آمدید به خانه مهته. با فیلم تست انتخاب بهینه کامپوننت با الگوریتم‌های فراتکاری در زبان برنامه‌نویسی مطلب در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر این فیلم رو درون یوتیوب یا آپارات در حال نگاه کردن هستید، ما لینک این پست رو در خط اول توضیحات گذاشتیم. کافی روش کلیک کنید تا وارد این پست سایت خانه مهته بشیم. خب بریم سراغ مباحث پست. ما این موضوع رو با تعداد زیادی از الگوریتم‌های فرابتکاری حل کردیم و بسته‌های کد رو درون سایت برای خرید گذاشتیم. حالا هر بسته شامل کد مطلب، به اضافه توضیحات فارسی در فرمت PDF هستش. تمام بسته‌ها بدون فیلم آموزشی است. تمام الگوریتم‌هایی هم که استفاده کردیم از نسخه پیوسته‌شون استفاده کردیم. پس هر بسته شامل کد مطلب به اضافه توضیحات فارسی در فرمت PDF، درون بسته ما فیلم آموزشی نداریم و الگوریتم هم که استفاده کردیم الگوریتم های نسخه پیوسته هستن. خب بریم ببینیم به چه نفع هست. ببینید نکنی الان الگوریتم مورچگان، این کد های مطلبش هست، این توضیحات فارسی در فرمت PDF. حالا به طور مثال، مثلا الگوریتم قورباغه، این کدهای مطلبش هست، این توضیحات فارسی در فرمت PDF هستش. همین. برای همه الگوریتم به همین طرف هستش دیگه. نگاه کنید، این کد مطلب، این توضیحات فارسی، فرق نمی‌کنه. همه به همین نفع. ابتدا کد مطلب، بعد توضیحات همون کدهای مطلب هستش. خب برگردیم به سایت. یک نمونه توضیحات کد اینجا گذاشتیم که به صورت رایگان دانلود کنید تا جزئیاتش رو ببینید. اینجا می‌تونید کدهای تخفیف رو ببینید. که روی سبد خریدتون ما تخفیف گذاشتیم، یک نمونه 50% تخفیف روی سبد های خرید گذاشتیم که جزئیاتش رو میتونید در این لینک مشاهده کنید. در این لینک هم راهنمای خرید رو میتونید مشاهده کنید. خب ببینید، ما این کد ها رو بر اساس یک کد اصلی نوشتیم. این کد اصلی اومده با الگوریتم ژنتیک حل کرده. لینک این کد اصلی رو که خودش هم رایگان هست ما اینجا گذاشتیم، به صورت رایگان دانلود کنید، جزئیاتش رو چک کنید، ورودی خروجی تا برزندگی همش رو چک کنید، ببینید آیا تمام مواردی که میخواین درون این کد هست یا نیست، بعد کدهای ما رو تایید کنید. ببینید دوباره تاکید می‌کنم، این کد اومده با الگوریتم ژنتیک حل کرده این موضوع رو، ما اومدیم با سایر الگوریتم‌های فرابتکاری حل کردیم. یعنی کد اصلی ژنتیک، ما با سایر کدها حل کردیم. پس اصلا اینو گذاشتیم که شما ببینید، جزئیات رو ببینید، ورودی ها رو ببینید، خروجی ها رو ببینید، تا برزندگی ببینید، ببینید آیا اون چیزی که مد نظرتون هست در این کد هست یا نه، بعد کد ها رو تهیه کنید که دیگه خیالتون راحت باشه، دیگه خاطر جمع باشید که من اون مواردی که میخوام در این کد ها هست. خب اینم هست. پس در این بخش میتونید کد اصلی رو به صورت رایگان دانلود کنید که با الگوریتم ژنتیک حل شده. خب خیلی از این کدهایی که ما گذاشتیم برای اولین بار در دنیا نوشته میشه. یعنی شما کافیه سرچ کنید انتخاب بهینه کامپوننت، مثلا فرض کنید که با الگوریتم سیاه‌چاله، یا مثلا فرض کنید که با الگوریتم سنجاق‌رگ. حالا سرچ کنید که ببینید توی گوگل کدوم با کدوم الگوریتم تا به حال مقاله یا تحقیقات جدید ازش چاپ نشده. خیلی از این کدها برای اولین بار در دنیا نوشته شده. بنابراین به راحتی میتونید از این کدها کار تحقیقاتی جدید استخراج کنید، حالا مقاله، پایان‌نامه یا مباحث دیگه. تو بخش مقایسه هم میتونید با سایر الگوریتم مقایسه کنید دیگه. فرض کنید شما با الگوریتم کلاق میشه عنوانتون، بعد تو بخش مقایسات میاد با الگوریتم دیگه هم میتونید مقایسه کنید. یعنی متریال یک کار جدید در این پست قرار داده شد. خب این واسه ما دو شیوه خرید داریم درون سایت. یک برای افراد داخل ایران هستش که طبیعتاً از طریق درگاه پرداخت بانکی کشور شاهپرک پرداخت می‌کنید، بعد به صورت اتومات لینک دانلود هم درون سایت به شما داده میشه و هم به آدرس ایمیلتون ارسال میشه. پس لطفاً در هنگام خرید آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. برای افراد خارج از ایران هم ما یک شیوه پرداخت با تتر داریم که جزئیاتش رو میتونن اینجا مشاهده کنن. بعد از پرداختشون جزئیات تراکنششون رو برام ایمیل می‌کنن و ما فایل مد نظر رو براشون ارسال می‌کنیم. خب اینا از مباحث سایت. بریم سراغ کد مطلب و تست کد مطلب. خب این کدهای مطلب ما هستش. حالا به طور مثال من میام الگوریتم PSO رو باز میکنم. ببینید درون هر فولدر فقط یک فایل هست
درون هر فولدر فقط یک فایل هست که با ران شروع میشه. کافی فقط اون رو اجرا بزنید. به این نه. خب. حالا برای اجرا ما هم میتونیم از طریق کلیک راست ران استفاده کنیم، هم میتونیم دبل کلیک کنیم و فایل مد نظرمون رو اجرا بزنیم. به این ترتیب. خب اینم از این. هر چقدر شما ان پاپ یعنی جمعیت و تعداد تکرار رو اضافه کنید در الگوریتم فر ابتکاری، به احتمال زیاد خروجیتون بهبود پیدا خواهد کرد. به احتمال زیاد، نه اینکه حتما این اتفاق بیفته. خب ببینید الان مثلا نمودار پی اس او برای این مثال شده این به این ترتیب. خب حالا بریم واسه یک الگوریتم دیگه. فرض کنید به طور مثال ما بیایم و گرگ خاکستری رو ران کنیم. به این ترتیب. این هم مثلا از دتاج گرگ خاکستریمون. شما میگم هر چقدر شما ان پاپ و مکسیتر رو جمعیت و تکرار رو اضافه کنی، ببین نکنه الان من گفتم 150 100، شما مثلا اینو بذارید 500، اینو بذارید 1000، هر چقدر که سخت افزار کامپیوترتون اجازه میده اینو اضافه کنید تا کیفیت نهاییتون بهبود پیدا کنه. ما برای اینکه برنامه سریعتر راه میشه توی در واقع مدت زمان فیلممون محدود باشه، این رو معمولا جمعیت رو پایین میذاریم، جمعیت و تکرار رو پایین میذاریم. خب درون فایل کریت دیتا اون دیتای اولی است که همون دقیقاً دیتای در واقع کد اصلیمون هست، ولی قابل تغییر است. یعنی هر سایز مسئله‌ای رو میتونید اینجا وارد کنید. الان این دیتا همون دیتایی است که در کد اصلی است، درسته؟ ما میتونیم اینو تغییر بدیم، یعنی هر تعدادی که دوست داشته باشی، هر میزانی که دوست داشته باشی میتونید اینو تغییر بدید و کریت دیتا تغییر. پس هر مثالی رو این میتونه حل کنه، هر مثالی رو میتونه، هر سایز مسئله ای رو میتونه حل بکنه. شما هم میتونید اعداد رو تغییر بدید، هم سایز مسئله رو تغییر بدید. به این ترتیب. نه حد پایین و حد بالاست واسه شاخص هایی که مد نظرش هست. خب توی خروجی به ما چی نشون بعد، چون اصلا به صورت اتومات در واقع شما الگوریتم رو میزنید، اگر کریت دیتا رو تغییر دادید یک بار حتما نیاز هست فایل کریت دیتا رو ران بزنید. یادتون باشه این نتیجه اولی است. ناکن چقدر اختلاف داره بین مقدار واقعی و مقداری که باید می بود، تارگت و مقدار واقعیمون در واقع اینو رو هم دیگه بیافتن دیگه، نمودارها بر رو هم دیگه بیافتن، ولی شما می‌بینید که چه میزان اختلاف داره، چون مقدار اولی مقدار تصادفی گذاشتم. دوباره ران بزنم. خب ببینید، پس اگر شما سایز مسئله یا هر چیزی رو در کریت دیتا تغییر دادید، به ازای هر آن چیزی که در کریت دیتا تغییر دادید یک بار نیاز هست برنامه رو اجرا بزنید، کریت دیتا اجرا بزنید که تا اطلاعات ذخیره بشه در فایل دیتا. پس اگر کریت دیتا رو تغییر دادید، حالا به هر نف، سایز، عدد، هر چی تغییر دادید، بعد از اینکه کل تغییرات رو انجام دادید یک بار نیاز هست کریت دیتا رو ران بزنید و بعد به سراغ الگوریتمتون و الگوریتمتون رو اجرا بزنید. خب این هست. خب این هم از میزان تا به هدفمون. خب اینو کنید، میزان در واقع تطابق این دوتا نمودار هست. خب میبینید که نتایجش نسبت به PSO بهتر بود دیگه، میبینید که نتایجش نسبت به PSO بهتر بود. این هم نمودار همگره جواب هست که از چه جوابی خودش رسونده به چه جوابی. بعد ارزم به حضور شما که خروجی که به شما نشون میده میزان اوتپوت هست، تعداد دفعات ارزیابی تا به هدف هست که 15150 بار NFE شده. برای مقایسه بین الگوریتم فر ابتکاری میتونید استفاده کنید. خروجیمون هست و میزان خروجی به صورت جزئی که آریه کاردو آرزه و بقیه موارد رو اینجا به شما نشون میده که به صورت جزئی هم میتونید اینها رو ببینید. دقیقا همین خروجتون کد اصلی داریم که با ژنتیک به دست آورده. بعد اینجا فرض کنید که با الگوریتم الان ما
گرگ خاکستری ران کردیم که میتونید نتایجش رو با هم دیگه مقایسه کنیم. خب بریم یک الگوریتم دیگه هم حالا به طور مثال اجرا بزنیم. MFO رو در واقع ما اینجا الان اجرا میزنیم که خروجیش رو اینجا ببینیم. به این ترتیب این هم از الگوریتم MFO. نتایج الگوریتم MFO هم به این نحو هستش. حالا یک الگوریتم دیگه هم به طور مثال الگوریتم رام بزنیم تا ببینیم خروجیش رو، مثلا الگوریتم سنجاقک رو ران بزنیم. فرق نمی کنه، شما تو هر الگوریتم بیاید اجرا کنید این میتونید نتایجش رو اینجا مشاهده بکنید به این نحو. خب این هم از الگوریتم سنجاقک. دیگه همه مطالب رو که گفتیم، خروجی الگوریتم سنجاقک رو هم ببینیم و برگردیم به سایت. خب این هم از الگوریتم سنجاقک. خب به این نحو این خروجی هایی که میده و نمودار همگرایی جواب. خب برگردیم به سایت. دوباره توضیح میدیم که در اون هر بسته کد، کد مطلب از توضیحات فارسی در فرمت PDF بدون فیلم آموزشی، تمام الگوریتم که نسخه پیوسته است. اینجا توضیحات کد رو میتونید دانلود کنید، اینجا کد های تخفیف رو ببینید، اینجا راهنمای خرید رو ببینید، کد اصلی که بر اساس الگوریتم ژنتیک حل شده رو اینجا میتونید ببینید. بسیاری از کدهایی که ما اینجا نوشتیم، دوباره تاکید میکنم، برای اولین بار در دنیا نوشته شده، بنابراین برای تحقیقات جدید میتونید استفاده کنید. و راهنمای بحث خرید داریم که برای افراد داخل ایران هستش که بر اساس شاپرک هست، و برای افراد خارج از ایران که بر اساس تتر هست. خب این بود از فیلم تست انتخاب بهینه کامپوننت با الگوریتم فرابتکاری در زبان برنامه‌نویسی مطلب، محصول اختصاصی خانه مطلب. فعلا خدا نگهدار.